من تا حالا با بچه ها سر کار داشتم ولی فکر نمی کنم فرقی هم داشته باشه. مادر شما مثل بچه ها نه؟ از چه ساعت تا چه ساعت باید کار کنم؟ هفته چند روز تعطیلی دارم، چقدر میتونم مرخصی با حقوق بگیرم؟ راستی اصلا چقدر حقوق میدی؟ محیط کار برای من خیلی مهمه خانم. اگه محیط آروم و ساکتی نباشه شرایط کار خیلی سخت میشه. من باید بدونم آفرتون کجاها رو میگیرم. اگه قرار باشه هفته بعد اینجا بمونم باید سریالا رو ببینم. آشپزی؟ نه خانم، من فقط پیتزا بلدم، تازه اونم بیشتر وقتا میسوزه. ادامه بدیم. میتونم حقوق سه ماه اولمو یه جا بگیرم؟ فقط همین یه دفعه. راستش من دوتا دنبه دوقلو دارم، انقدر اینا دوست داشتنی و نازن که اگه ببینین پاک عاشقشون میشین. میتونم با خودم بیارمشون؟ فقط هفته 4 روز. آشپزی مادرتون خوب هست؟ من اهل غذای چرب و چیلی نیستم. از کی باید شروع کنم؟ آخه من چند جای دیگه هم همزمان کار میکنم. شما چند نفرین؟ من از خونه های شلوغ نفرت دارم. چه میشه کرد؟ مخارج بالاست. اگه قرار باشه اینجا بمونم باید یه اتاق مستقل به من بدید، با حموم و دستشویی و تلویزیون و ماهواره مستقل. میتونم اول خودشون رو ببینم؟ شرایطتون چیه؟ شرایط؟ هیچی. من فقط 2 روز در هفته دانشگاه میرم که اگه نشه هماهنگ کرد این ترم مرخصی میگیرم. ببین، ما اتاق مستقل و ماهواره نداریم. من ماهواره نگاه نمی کنم، اتاقم نمی خوام. هر روزی هم که بیای اینجا باید آشپزی کنی، البته فقط برای خودت و مادرم. خیالتون راحت بشه، من آشپزیم حرف نداره. بخواییم برای شما هم درست میکنم. نه ممنون. میدونی که آدمایی که دمانس دارن یه خود نگهداری ازشون مشکله. بیقرار میشن، یه وقتای بد اخلاق میشن، غر میزنن. بگم اونم گفتی پرستاری میخونی، تجربه‌ام داری؟ بله، البته نه به صورت حرفه‌ای. من مادر بزرگم آلزایمر داشت، 8 سال ازش نگهداری میکردیم. چقدر جالب. الان حالشون خوبه؟ متاسفانه پارسال فوت کردن. البته به خود تقصیر ما نبود. میدونم عزیزم، به هر حال تسلیت میگم. ممنون. حالا میتونم ببینمشون؟ اگه قسمت باشه از این بعد زیاد میبینیش. چقدر عجله داری؟ آخه اگه ایشون از من خوششون خیلی بعید میدونم که کسی از دختر مهربون مثل تو خوشش نیاد. خجالتم ندین خانم. خب راجب حقوق برای خودت چقدر در نظر گرفتی؟ راستش نمیدونم، آخه بار اولمه. اما هرچی شما بگین قبل. ببین، دانشجویی که حاضر به خاطر کار از دانشگاهش مرخصی بگیره هیچ وقت نباید بگه هرچی شما بگین قبوله. فهمیدی؟ چشم. خوبه، حالا پاشو بریم ببینیمش. مامانتی، یه دختر ناز و مهربون میخواد تو رو ببینه. اومده. سلام. اینا چیه مامانتی؟ هیچی دستشون نزنی و ورشونم ندار، فقط نگاهشون کن. خب شیرنی و میوه هم تناول بفرمایید، همه چی به اندازه هست. تسبیح خانجونه نه؟ آره. کجای مرزیه؟ چقدر جات خالیه؟ کاش بودی کمکم میکردی، میدیدی سوداب کوچولوت دیگه بزرگ شده، واسه خودش خانومی شده.
دختره دلش گرفتار شده، ولی من میترسم. پسره جوان خوبیه، چشمای نجیبی داره، ولی باباش نمیدونم چه کنم. اگه قبول کنم تا زندم دلهوره دارم، اگه نه دل دختره که شکنم. کاش بودی کمکم میکردی، کاش یه نشونه برام میفرستادی. شما هم اینجایی؟ وقتی با پدرت هم کلام نمیشی من هم میام اینجا. خوش با حال مادر. خوش با حال من. هر وقت دلتنگی میایم اینجا. این دفعه هم دلتنگم هم نگران. نگران چی؟ نمیخوام کسی آزارت بده. دیگه قرار نیست کسی منو آزار بده. اگه بخوای وصلت کنی باش مگه شما؟ راستش عقل میگه نباید رضایت بدم، ولی من بخوام به دلم رجوع کنم. تو میدونستی خانوادش کی هست؟ میدونم هر کی باشن نمیتونن به اندازه شما بچهشونو دوست داشته باشن. دلم رضا نیست از اینجا بری. خب معلومه که نمیرم. آدم که دل بسته بشه جایی میره که دل ببردش. حلقه ای بر گردنم افکند دوست، میبرد هر جا که خاطر خواه اوست. اون اینجا میمونه بابا، قرارمون همین بود. من حرفاشو باور کردم، بهش اعتماد دارم. میدونین چرا؟ چون اون خیلی شبیه شماست. به من اعتماد میکنی؟ برو در پناه خدا. بهش بگو من حرفی ندارم. خب خانم دکتر، شما خودت هم که عکس و آزمایشا رو دیدی، قندشون هم که خدا رو شکر کنترل شده، دیگه هیچ بهانه‌ای برای نگرانی وجود نداره. ولی آقای دکتر این مدت یکم شرطش فرق کرده. دکتر ناصری بیقراریاش، دکتر شریف داستان قایم کردن. خانم دکتر این اتفاقات طبیعیه، شما خودت که بهتر از من میدونی. اینا جز مشخصات تیپیک آلزایمره. آخه تا به حال سابقه نداشته یه همچی کاری بکنه. بدونین اون هر چی بخواد داره.
دلیلی نداره خانم دکتر، این قضیه اصلا ربطی به شرایط نگهداری نداره. استراب، احساس عدم امنیت، نگرانی، اینا همه به دلیل اختلالاتیه که توی حافظه. میدونم آقای دکتر فرجام، امیدوارم دخالت محسوبش نکنین، ولی من فکر میکنم شما خودتون یکم استراحت لازم دارید. به هر حال نگهداری کردن از یه مریضی که بیماری مزمن داره خودش میتونه تو طولانی مدت آدم رو افسرده کنه. شما هم که شرایط خیلی سختی داشتین این مدت، قضیه فوت پدرتون. من خوبم دکتر شریف. خوب آقای دکتر. به هر حال من فکر کردم که شاید لازم باشه به عنوان یه همکار چیزایی رو که خودتون میدونین بهتون یادآوری کنه. خیالتون راحت باشه آقای دکتر، من مواظب خودم هستم. یه پرستار پیدا کردم که مراقب مامان باشه روزایی که من اینجام، دیگه خیلی دلنگرانی نداشته باشم. چه خوب، خوشحالم. فقط امیدوارم بجز کار تو بیمارستان و نگهداری از مادر، یه وقتایی هم برای خودت پیدا کنی. چرا با خانم من یه قرار نمیذاریم برای یه گردش و پیاده روی؟ سارا یه عالمه تورای یه روزه گردشی سراغ داره، از گلابگیری کاشان گرفته تا دریاچه و کوه و تپه. هر وقت خواستی میتونی روش حساب کنی. ممنون، حتما آقای دکتر. خب خانم فرجام، احوال شما؟ ماشاءالله از دفعه قبل که خیلی بهترین. نه یادتونه دفعه قبل که اومدین اینجا کی بود؟ یادتون نیست؟ اشکال نداره. اسم من چی؟ اسم من یادتونه؟ شما؟ خب معلومه شما آقای دکتری. آفرین. حالا اسمم چی بود؟ یادتونه؟ اشکال نداره. خب خانم فرجام، من 3 کلمه خدمت شما میگم، شما به خاطر بسپارین بعد تکرارشون کنین. این 3 کلمه اینا. چشم آقای دکتر، ولی خب من اگه جای شما بودم اینا رو روی کاغذ می نوشتم. آخه می دونی من همچه حواس درست حسابی ندارم. خب اشکال نداره، ما می خواهیم همین رو امتحان کنیم دیگه. خب این 3 کلمه رو میگم، شما تکرار کنین بعد از چند لحظه. عروسک، کیف، مار. تکرار کنی. عروسک. آفرین. عروسک های اون دخترای بیچاره. چی میگی ماما؟ نگران نباشین، چیزی نیست. خب نگاه کنید، تکرار کنید این کلماتو. عروسک، کیف، مار. عروسک های دخترای بیچاره. فرجام خدا از سر تقصیراتت بگذره، چرا بردیشون؟ عروسک های مامان جان. ماما الهی قربونت برم. خانم دکتر نگران نباشین، چیزی نیست. تازگی این حالتاش خیلی زیاد شد آقای دکتر. من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. خانم تصدقتون بشم، میشه برای من یه تاکسی بگیرید؟ من باید برم خونمون. میرقلی الان دخترها رو میبره. شما بگید آخه اون طفلای معصوم چه گناهی کردن؟ قربونت برم. تو از کدوم دختر رو حرف میزن؟ اسمش رو میدونی؟ مهدوخ، پریدوخ، یکی دیگه بود. ای وای خدای، چرا یادم نمیاد؟ وای فکر نمی‌کردم دوباره همدیگر رو اینجا ببینیم. سعادت بنده است. می‌بینم که می‌بینی شکایتات راه به جایی نمی‌بره، فقط خستگی بی خود و خرج اضافه. هنوزم نمی‌خوای صرف نظر کنی؟ نه؟ هنوزم میشه تصمیم‌های بهتری بگیری. مثلا؟ از قدیم گفتن عجله کار شیطانه. من هنوز شرمنده دفعه قبلم نشد رسم مهمون نوازی رو به جا بیارم. نمی‌خوای چیزی سفارش بدیم؟ چرا؟ بعدم نمیاد یه شیر قهوه بخورم. پس بفهمی. دیدین که دیدن عاطفه حتی تو دادگاه هم شدنی نیست. وکیل داره، میتونه وکیلش رو بفرسته. پس چرا درد سر بی خود؟ حیف نیست؟ زندگی که میشه با یکم مدارا و سیاست دوباره از اول ساختش، برای چی باید تو دادگاه و شکایت و شکایت بازی به کل خراب بشه؟ خوشحالم اینو میشنم. یعنی شما فکر میکنید هنوز من زنم آقای اشرا؟
زنان مثل یه کتاب نخونده میمونن، فقط هم خودشون میتونن کلمه های پشت نگاه بقیه زنها رو بخونن. عاطفه هنوز به علاقه داره، فقط یکم گیج شده. از من میشنوی این فرصت رو خراب نکنی. من گفتم عاشقم خانم، نگفتم 17 سالم. چطور؟ من خام نمیشم. شما میدونید من هنوز با عاطفه علاقه مندم و با این روش میخوان شکایتم رو پس بگیرم تا ماجرا بدون دردسر تموم بشه. این امکان نداره. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که وقتی دعوا تموم شد همه میفهمیم که خبری از علاقه و آشتی نبوده و همه اینا داستانی بوده برای اینکه وکیل با تجربه یه دعوا رو با کمترین هزینه ببره. بله، نمیشه چیز زیادی بهش اضافه کرد. شما آدم باهوشی هستی، نمیشه به همین راحتی سرتون کلا گذاشت. خوشحالم اینو میشنوم. اما یه نکته این وسط مغفوله. عاطفه دوست صمیمی و قدیمی منه، برای همینم من کاری رو میکنم که به صلاح اون باشه. واسه همینم اگه حرفی میزنم فقط به عنوان حفظ حقوق قانونی موکلم نیست، من در حقیقت دارم از دوستم حمایت میکنم، حتی اگه به نظر اون عمل کرده من اشتباه باشه، حتی اگه ازم دلخورم بشه باز برام مهم نیست، چون میدونم وقتی برگرده سر زندگیش تا آخر عمر مدیون منه. میشه یه دلیل بیاریم برای اینکه من حرفاتونو باور کنم؟ شما چرا یه دلیل نمیاریم واسه این همه دشمنی؟ آدم ها تو زندگیشون کارهای بی دلیل زیادی میکنن. من دشمنی میکنم به همون علتی که آدم ها میدونن بدون اکسیژن میمیرن، ولی درخت ها رو قطع میکنن و جنگل ها رو از بین میبرن. به همون علتی که همه میدونن آلودگی هوای شهری داره بچه ها رو میکشه، ولی هر روز هزاران ماشین تولید میکنن و میفرستن تو خیابونا. به همون علتی که میدونن گرمایش زمین داره کل دنیا رو نابود میکنه، ولی هیچ کشوری حاضر نیست تولید گازهای گلخونه‌ای رو متوقف کنه. خب نوبت شماست. حالا به من بگین من چرا باید حرفای شما رو باور کنم؟ مجبور نیستی. من فقط دارم میگم این دعوا میتونه دری رو که به زندگی مشترک شما باز میشه برای همیشه ببنده. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملاح. خیلی متاسفم خانم، من توی زندگیم کلا زیاد سرم رفته، انقدر که آرتروز گرفتم و گردنم تحمل بار اضافی رو نداره. اگه شما واقعا برای صلاح دوستتون این کارو میکنین، نه اخفال من، باید به من یه تضمین بدین. چه تضمینی؟ وکالت منو قبول کنین. تو یه دعوا. حالا دیگه من میتونم ادعا کنم که شما نقشه کشیدین پرونده وکالت منو باطل کنین. فکر نمیکنین یه ذره زیادی باهوشین آقای اشرا؟ با یه شیر قهوه میخواین یه کاری کنین که من وکالت شاکی موکلمو قبول کنم. فقط شیر قهوه نیست. ما اینجا بهترین تارتا رو داریم. حاضرم دو برابر طرف مقابل حق الوکاله بدم. آدم از دوست صمیمیش که حق الوکاله نمیگیره. دو ضرب در صفرم که میشه صفر. دو برابر دستمزد واقعی برای همچین پرونده‌ای. شوخی نکنی. چهار برابر. هشت برابر. 80% در یک قسط. قسط پیش پرداخت. دارین منو میخرین نه آقای اشرا؟ من برای برگشتن عاطفه کاری میکنم. اگه واقعا قصد شما همین باشه، نباید بهانه‌ای برای عذاب وجدان داشته باشه. به قیافم میاد یه همچین ادعایی کرده باشم؟ کی وکالت نامه رو تنظیم کنی؟ فردا خوبه؟ از قدیم گفتن کار امروز به فردا مفکن.
گیلان خانم، همینجا صبر کن. چه خبر سالار؟ بقیه راه باید تنها بری سودا به جان. Thank you.